أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين بعرض سلام و ادب خدمت خواهران و برادران عزیزی که برنامه ایمان لایف تفسیر روشن آیات قرآن کریم را در تلویزیون 24 ساعت ایمان تماشا می دارد. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خداوند و ملائکه بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آوردید درود بفرستید بر پیامبر و تسلیم کامل فرمان پیامبر گردید. بحثی داشته باشیم به نام طلوع فجر محمدی در ماه ربیع الاول و همچنین در هفته آینده انشاءالله طلوع شمس محمدی یا طلوع نبوت انشاءالله بحثایی خواهیم کرد. در طلوع فجر محمدی یا ماه ربیع الاول که در اکثر کتب تاریخ به نام ماه طلوع فجر محمدی نامگذاری شده، در دوازدهم ربیع الاول مطابق به گفته اکثر مورخین در شهر مکه در خانه که به نزدیک کعبه مکرمه قرار داشته پیامبر بزرگوار اسلام چشم به جهان میگشایند و سلسله نسب پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم که پدرشان عبدالله به نام ابن زبیهین یا عبدالله زبی، یعنی سلسله که به حضرت اسماعیل میرسه و مادرشان آمنه است، که هر دو در واقع نسبشان از قریش میباشه و حضرت عبدالله سلسلهش به عبدالمناف و همچنین از عبدالمطلب تا به عدنان میرسه و سلسلهش تا زمان حضرت اسماعیل است. و اینکه حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از پدری به نام عبدالله و مادری آمنه تولد شدند و عبدالله ذبیح بوده است، مطابق به قصه‌ای که بیان شده است که وقتی که کندن آب زمزم یا چاه زمزم مطرح میگرده، در اونجی حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، یعنی قبل از تولد، پدرشان عبدالله که پسر عبدالمطلب بوده، دومین فرزند عبدالمطلب است که عبدالمطلب به خاطر اینکه در منطقه مکه مکرمه میخواهد که چای زمزم در اونجی حفر گرده و بشارت های چای زمزم که قبلا در زمان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل در اونجی داده شده بوده و مدتی چای زمزم بسته بوده، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هنوز ازدواج عبدالله و آمنه صورت نگرفته که عبدالمطلب نظر میکنه که من دهمین فرزند خودم ذبح میکنم و همون قسمی که حضرت ابراهیم خواب ذبح حضرت اسماعیل میبینه. به یه اساس و قصه است که به اساس قرآن باز به صد شطور، یعنی قرآن میبرایه و حضرت عبدالله پدر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم از ذبح نجات پیدا میکنه و به این خاطر عبدالله را به نام ذبیح قریش یاد میکنن و رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفهمیدن که من پسر دو ذبیح هستم، یعنی فرزند دو ذبیح، یعنی ذبیح اسماعیل و ذبیح عبدالله، و همی باعث میشه که با توافق که صورت میگیره، با قرعه کشی که صورت میگیره، عبدالمطلب دوباره به حفر چاه زمزم مفتخر میشه و قریش با او موافقه میکنن و ای باعث میشه که عبدالله هم از ذبحی که تعهدی که یا قسمی که عبدالمطلب خورده بود نجات پیدا کنه و چاه زمزم دوباره حفر میگره و در اونجی یک برکت و یک خیری در
مکه و در منطقه که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم تولد میشه به وجود میاد. و تولد حضرت محمد صلی الله علیه وسلم از آمنه که طبعا به اساس نکاح شرعی بوده که در اون زمان قبل از ولادت پیامبر خدا و قبل از اینکه اسلام بیایه هم تعداد حنیف بودن و تعدادی بودن که اینها نه بت پرست بودن و نه هم بر حالت جاهلیت بودن، بلکه مردم بودن که راهی یا امو سلسله حضرت ابراهیم را یا دین حنیف را اینها پیروی میکردن و حضرت آمنه و عبدالله هم به اساس امو سلسله که داشته با عبدالمطلب با پدر و پدر بزرگشان اینها به نام حنفا یاد میشدن، یعنی خانواده بودن که ازدواج و نکاح بر اساس مسائل شرعی صورت می گرفته. و وقتی که آمنه حضرت محمد را در شکم می داشته باشه یا حمل می داشته باشه و نوری از او بیرون میشه وقت تولدش که قصرهای شام در اون زمان روشن میگردن و وقتی که پرسان میشه از حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شاهده میگرده و تقریبا یک خبر خوشی برای مردم برای جامعه آن زمان میباشه تولد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. و ده ها نشانه دیگری که در اکثر کتب تاریخ به نوعی ذکر شده، ولی به هر حال آنچه که مهم است این است که تولد رسول خدا صلی الله علیه و سلم در ماه ربیع الاول صورت گرفته و بیشتر مورخین دوازدهم ماه ربیع الاول را به این مسئله بیان میکنند. بعد از تولدشان مسئله رضاعت یا مسئله شیرخوارگیشان و رسمی که در مکه بوده که بعد فرزندان را به یک منطقه اطراف شهر مکه میفرستادند به خاطر اینکه از لحاظ جسم و از لحاظ روحی سالمتر بار بیان و به اصطلاح نچرل زندگی طفولتشان شروع گرده و حضرت پیامبر را به حضرت حلیمه سعدیه میدهن که البته قصه هم زیبایی دارد که وقتی که حضرت حلیمه میاین در مکه و اینا از قبیله بنی سعد حرکت میکنن و میخوان بیان که در مکه اطفال را به شیرخوارگی بگیرن، به هر خانه که می روند برایشان طفل داده نمیشه و وقتی که اینا میان که محمد را که در طفولیت است به شیرخوارگی ببیرن میبینن که پدر و مادرش افراد غریبی هستن و مانع میشن، ولی بار دیگه از اینکه دست خالی بر نگردن اینا می روند و پیامبر را به عنوان طفل شیرخواره با خود میبرن و وقتی که بر میگردن امو حیوان یا مواشی که با خود داشتند بسیار در حالی که ضعیف بوده ولی در راه بسیار با سرعت میره و تعجب میکنن و وقتی که به خانه خود برمیگردن میبینن که گوسفندانشان شیر بیشتر پیدا کرده و باعث از این میشه که یک رفا و آرامشی به خانواده حضرت حلیمه سعدیه به وجود بیاید و این خودش یکی از بشارت های نبوت و بشارت های این طفلی بوده که در قبل از اینکه به پیامبری مبوس بگردن علائم و نشانه های خیر و برکت را در جایی که محمد به عنوان طفل معصوم پا گذاشته در اون جی مشاهده میگردن. و تفصیل این قصه تفصیل زیادی داره، ولی آنچه که ما میخواییم بیان کنیم بیشتر همون حالتی است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم از دوران طفولیت و از دوران تولد و بعدا مرحله شیرخوارگی و تا زمانی که به سن قبل از 60 یا 5 ساله میگرده مسئله ملکی که میایه و سینه شان باز میکنه و شستشو میکنه قلبشان و این باعث ترس و وحشت اطفال میشه که به اطراف پیامبر هستن و همو سوره مبارکی علم نشرح لک صدرک و ودعنا عنک وزرک، آیا پیامبر خدا قرآن کریم میگه که آیا ما باز نکردیم سینه تو را، و اکثر مورخین به این نظر هستند که این اشاره به امو شق صدر یا باز کردن سینه پیامبر است که
ملک معذف میایه و سینه پیامبر را یا قلبشان شستشو میده و او را آماده میسازه برای تحمل بار نبوت و ای باعث ترس یک تعداد اطفال که هم بزیان پیامبر بودن در سنین 4 سال یا 5 سالگی بوده و باعث میشه که حضرت آمنه دوباره پیامبر را برگردانه به خانه به خاطر ترسی که برش پیدا میشه و احساس میکنه که شاید برش ضرر برسه. و طبعا در این زمان است که هنوز البته باید یادآوری میکردیم که هنوز پیامبر تولد نشده بود که پدرش در مسیر راه بین مکه و مدینه وفات میکنه در سفری که به نام سفر تجارتی میره و مادرش فرزند را بدون پدر در واقع بزرگ میسازه. بعد از وفات عبدالله سرپرستی یا هزانت فرزند به کاکایش یا به عمش ابو طالب سپرده میشه و که البته مدتی عبدالمطلب پدر کلانش مسئولیت داره. بعد از که پدر کلانش در حالت وفات قرار میگیره این مسئولیت را برای فرزند خود ابو طالب میده و ابو طالب سالها از پیامبر تا زمان بزرگسالی و تا زمان نبوتش حیات داشته و در پهلوی پیامبر به عنوان یک کاکا یا عم بسیار صادق و امین و بسیار فداکار بوده است و در طول حیات طفولیت پیامبر و بزرگسالیش حمایت پیامبر را میکنه در مقابل دشمنان، در مقابل قریش و حتی کفالت پیامبر را به شکل درست و صحیح انجام میده و این باعث میشه که در واقع پیامبر یک پشتوانه قوی پیدا کنه و پشتوانه که مثل ابو طالب که هم یکی از بزرگان مکه بوده و هم یکی مردم به احترام خاصی داشتن و هم از لحاظ مالی وضعش خوب بوده و حمایت کردن میتونست طفلی را که پدر نداره و مادری که طفلی را نگهداری میکنه ولی باز هم مادرش هنوز 6 سال که میگذره بعد از 6 سال مادر خود از دست میده، یعنی 6 ماه قبل از تولد پدره و بعد از 5-6 سال عمر مادرش وقتی که میره به دیدار پدرش به سر قبر و دورا مادرش هم در مسیر راه وفات میکنه و در واقع محمد در طفولیت طفل بزرگ میگرده، یتیم بزرگ میگرده و کسی که نه پدر را دیده است و نه مادر را هم بعد از چند سالی از دست میده و این خود شاید در رشد این فرزند و در اینکه یک شخصیتی که همیشه با یتیم ها مهربان بوده و این یکی از سنت های پروردگار بوده که فرزند یتیمی را که پدرش قبل از تولد وفات میکنه و مادرش در سنین 6 ساله و بیشتر از او وفات میکنه این را آماده بسازه برای مسئولیت بزرگی به نام نبوت و به نام مسئولیت بزرگی که رسالت را بر عهده‌اش بگیره. و طبعا مثل همه جوانان یا مثل همه اطفال در دوران مکه پیامبر خدا مدتی به شبانی و به گوسفندچرانی در مکه مشغول می باشند و مدتی را در صحرا و در دشت می گذرانند و کار شمیس و دوران طفولیت را می گذرانند و دوران جوانی هم تا 20-25 سالگی به مرحله می رسه که کاکایش یا عمش میخواد که او را در سفر تجارتی هم راه خود ببره و در سفر تجارتی هم میبینه که از او نشانه های بزرگی و مناعت و نشانه های مظاهر نبوت در وجودش دیده میشه و با بر اساس یک سفر تجارتی که در مال خدیجه که یک زن پولدار و ثروتمندی است عازم میشه به طرف یمن و به طرف شامات و غلام خدیجه وقتی خبر از امانت داری و از صداقت و از حلم و از بزرگواری محمد برای خدیجه یاد میکنه، خدیجه مشتاق ازدواج با این شخص جوان میشه که سنش هنوز 25 سال بیشتر نیست
در حالی که حضرت خدیجه 40 سال و قبل از هم ازدواج های قبلی هم داشته است و فرزندانی از ازدواج های قبلی خودم داشته است. و به هر حال بر اساس خواستگاری که صورت میگیره، حضرت خدیجه محمد را به عنوان شوهر میپذیره و اولین ازدواج پیامبر خدا در سن 25 سالگی با حضرت خدیجه که 40 ساله صورت میگیره. و این خودش نشان میده که پیامبر خدا و محمد پیامبر نبوده که ما اون که برخی از مستشرقین یا برخی از دشمنا همیشه بیان میکنن که چرا ازدواج های مکرر کرده، و این نشان از این است که بسیار علاقه به شهوت رانی یا سرمایه و امثال از این داشته. و خودش نشان میده که پیامبر خدا اگر ازدواج های هم انجام دادن بر اساس دستور پروردگار بوده، به خاطر انس و الفت در میان قبایل عرب بوده، به خاطر جذب مردم به اسلام بوده است، نه بر اساس خواسته های بشری یا به اصطلاح مسائلی که دیگران میکنن. و پیامبر خدا با حضرت خدیجه تا زمانی که ازدواج داشت هیچ زن دیگری را نگرفتن. بعد از وفات حضرت خدیجه بود که در سال دهم بعثت، یعنی در سن 50-51 سالگی، وقتی که یعنی 10 سال بعد از وفات حضرت خدیجه، یعنی در واقع پیامبر در سن بالا هستند که در سال دوم یا سوم وفات حضرت خدیجه باز ازدواج های دیگری میکنن، و حضرت عایشه و حضرت حفصه و حضرت ام سلمه این ازدواج های دیگرشون است. ما بیشتر بحث ما در دوران ابتدای نبوت است و ابتدای شروع ازدواج و حیات عادی پیامبر است که قبل از اینکه مبعوث بگرد است. و میدانیم که در سن 40 سالگی، یعنی 15 سال بعد از ازدواج با حضرت خدیجه، پیامبر به نبوت یا به رسالت مبعوث میگردند که طلوع شمس نبوت یا طلوع شمس محمدی در سال 610 میلادی صورت میگیره. و در واقع تولد پیامبر 570 میلادی است، و 570 تا 610 یا 611 میلادی، و که سال ده سال بعد از یعنی 610 میلادی میباشه اول شروع رسالت پیامبر در او سال است که در سن 40 سالگی حضرت پیامبر قرار میگیرن. آنچه که مهم است که برای مسلمانان، برای امت اسلامی و برای خانواده های مسلمان بعد تاریخ زندگی پیامبر روشن باشه، همه بدانند که تولد پیامبر در ماه ربیع الاول صورت گرفته در سال 570 یا 571 میلادی، و این سال است که به نام عام الفیل میگویند در تاریخ، سال است که ابراهیم میخواه که مکه را از بین ببره، و این سال سال بسیار معروفی بود در نزد عرب، به می خاطر سال تولد پیامبر هم سال عام الفیل یا همون سال در واقع بیان شده است. و بعد هم در مدتی که بعد از 570 تا 610، یعنی 40 سال تا زمان بعثتشان و تا زمانی که قرآن بر پیامبر خدا نازل میگردند، دوران حیات عادی پیامبر است، یعنی حیات طفولیت است و بعدا جوانی و بعدا نوجوانی و جوانی و بعدا ازدواج و بعدا هم مسائل مراحل گوشه نشینی که به غار حرا میرن، و بعدا هم که در سال 610 یا 611 میلادی که به نبوت مبعوث میگردن و رسالت شروع میگردن. بیشتر محققین و دانشمندان نسبت به دوران طفولیت و دوران جوانی و نوجوانی پیامبر همونقدر مسائل رو بیان کردن که گویا در تواریخ بیان کرده است، و در اون زمان چون احکامی نبوده است و در اون زمان اگر مردمی در جاهلیت بودن، پیامبر از جاهلیت مردم آن زمان گوشه‌گیری میکرده است، هرگز بت را نپرستیده، هرگز شرابی را ننوشیده در دوران جوانی و طفولت خود، هرگز در صحنه ها و مجالس رقص و سماع شرکت نکرده، هرگز قمار نزده، هرگز کارهایی که نوجوانا و جوانای مکه میکردن پیامبر همیشه از اونها فاصله داشته. و این حفظ و حفاظت پروردگار بود که جوان را
آماده می ساخت برای نبوت. و همین قسم است که می بینیم که حتی در 25 سالگی در اون فوان جوانی و در زمانی که یک جوان رشد میکنه، این زندگی مشترک خود همراه خدیجه انجام میده و در واقع از لحاظ مالی هم تأمین میگرده، چون خدیجه یک زن سرمایه‌دار است و دارای امکانات مالی است و خدیجه هم عشق فراوانی به پیامبر داشته و مال و سرمایه خود در راه دعوت دین هم مصرف میکنه و به می خاطر هم یک پشتوانه بزرگ اقتصادی پیامبر حتی بعد از رسالتشان، بعد از 40 سالگی در سال 610 و 11 میلادی وقتی که رسالت مبوس میگردن، پشتوانه مالی قویشان برای آزادی غلام ها و کنیز ها و حفاظت از مسلمان ها پول و سرمایه حضرت خدیجه بوده است، کما اینکه پشتوانه سیاسی و پشتوانه مردمی و قومش ابو طالب بوده است، عم پیامبر، کسی که تا لحظه آخر عمر خود در پهلوی پیامبر استاد شد و حمایش کرد و در سخت‌ترین شرایط، حتی در زمانی که پیامبر در محاصره اقتصادی قرار گرفت و شعب ابو طالب یا در منطقه‌ای که اینها رانده شدند و تمام قضا و مواد خوراک و باب و داد سطور با خانواده پیامبر از طرف قریش ممنوع قرار داده شد، حتی در اون زمان ابو طالب با قوت در پلوش استاد شد و حضرت خدیجه مال و سرمایه خود به اختیار پیامبر گذاشت و اولین زنی که در تاریخ اسلام، حتی گفته میتونیم اولین مسلمان در تاریخ اسلام، حضرت خدیجه بود و البته بعد از او هم دوستان و یاران پیامبر حضرت ابوبکر به عنوان بزرگ مردی که پیامبر ایمان آورد، حضرت علی به عنوان جوانی که پیامبر ایمان آورد و هم قسم زید به عنوان غلام یا به عنوان برده‌ای که اولین برده‌ای که پیامبر ایمان آورد. به هر حال اینها بارها در تاریخ و در صحبت‌ها بیان شده است. مهمترین بخشی است که ما صحبت از پیامبر می‌کنیم که قرآن کریم به ما دستور داده که خداوند و ملائکه بر او درود می‌فرستند، ای کسانی که ایمان آوردین شما بر پیامبر درود بفرستین و تسلیم فرامین پیامبر باشین و تسلیم حکم پیامبر باشین. پس خداوند این پیامبر را برگزید و این پیامبر را پیامبر مبعوث برای عالمیان، رحمت برای عالمیان قرار داده است و به می خاطر ما شما وقتی که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صحبت میکنیم، قرآن کریم بسیار واضح میگه قل اطیعوا الله و الرسول فان تولوا ان الله لا يحب الكافرین، در سوره آل عمران میگه که آیه 32 بگو که اطاعت خدا و رسول را بکنید، اطاعت خدا و محمد را بکنید، اگر شما برگردانید رو برگردانید و اطاعت نکردید فان الله لا يحب الكافرین، خداوند کافرین را دوست نداره. پس معلوم میشه که اطاعت پیامبر و اطاعت رسول بر ما واجب است و بعد ما پیامبر را بشناسیم از زمان تولدش تا دوران طفولیت و بزرگی و همچنین اطاعتش و پیرویش رو بکنیم و این یکی از دستور است که قرآن کریم بر ما دستور داده است و حکم کرده است. در ارتباط با این که پیامبر خدا امتیاز داره در جامعه بشری و خیر البشر است و خاتم النبیین است و خاتم الرسول است، بارها صحبت کردیم و قرآن کریم در 4 جا محمد را، نام محمد را در 4 جای قرآن کریم از پیامبر خدا یاد میکنه به نام محمد رسول الله و البته در جاهای دیگری به نام النبی یاد کرده است یا نبی الله یاد کرده است یا در جای مثلا یا ایها النبی یاد کرده است و در البته در 4 جا محمد، نامش محمد در قرآن کریم ذکر شده است و این خودش میرسانه که این بنده برگزیده خداوند آماده برای نبوت و آماده برای پیامبری شده بود و در اینجا هم در سوره مبارکه سوره 33 سوره احزاب آیه 45 تا 48 قرآن کریم میفرماید که النبی یا النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ای پیامبر ما تو را شاهد و مبشر و نذیر فرستادیم و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، ای پیامبر ما تو را شاهد و مبشر و نذیر فرستادیم و داعی به سوی خداوند باذنش و سراج منیر فرستادیم و آفتاب روشن و این سراج منیر در واقع برای هدایت بشر است و برای هدایت امت بزرگ اسلام است
باز قرآن کریم میفرماید در آیه 46 از سوره احزاب: و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا، و بشارت ده مسلمانان را که برای آنها از طرف خداوند فضل بزرگی است، فضیلت بسیار بزرگی است. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، و پیروی کافرین را و منافقین را نکنید و دع عزاهم و یعنی اذیتشان را مانع شوید، و توکل على الله و توکل على الله و توکل کنید بر خداوند، و کفى بالله وكيلا، و خداوند برای شما به عنوان وکیل کافی است. بنان پیامبر پیامبری است که قرآن کریم توصیفش را در ده ها آیه مبارکه کرده است و فرموده محمد رسول الله، محمد رسول خداست. خود قرآن میگه محمد رسول خداست، محمد خاتم النبیین است، محمد خاتم النبیین است، محمد خاتم الرسل است، محمد رسول خداست. و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، آنانی که همراه پیامبر ایمان آوردن بر کفار شدید میگیرن و در میان خود بسیار مهربان هستند. و باز توصیفشان میکنه: تراهم رکعن سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینها را میبینی که در حال رکوع هستند، در حال سجده هستند و فضل پروردگار را جستجو میکنن و رضایت پروردگار را. و سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، در سیمایشان، در چهره هایشان اثر سجود است، اثر سجده ای که در مقابل پروردگار یاد کردند. و توصیفشان هم در تورات و انجیل اینها شده است و این خودش میرسانه که این امت نبوی امتی است که خداوند انتخاب کرده و پیامبر را به عنوان پیامبر خاتم النبیین و خاتم رسول به این امت فرستاده است. و مهمترین مسئله است که ما به عنوان امت محمد صلی الله علیه وسلم مکلف هستیم که از این پیامبر پیروی کنیم، و این پیامبر قرآن کریم از این پیامبر در هر جا یاد کرده است و در هر جا مسلمان ها هم بعد معذف هستند که اهمیت و ارزش این پیامبر را بدانند. و شما میبینین که وقتی که قرآن کریم یاد میکنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم، در جای دیگر میفرمایه که الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، آنان که پیروی نبی امی را میکنند، این خودش میرسانه که پیامبر به اصطلاح مثل دیگر مردم به کلاس درس یا به یک صنف درس نرفته، بلکه نبی امی است. و یکی از خصوصیات و یکی از اعجازه دین است که پیامبر که هم نبی است، رسول و نبی است و همچنین امی است. اینجا خصوصیات امتیاز است این برای پیامبر که پیش کسی درس نخونده ولی قرآن با این اعجاز و با این بزرگی آورده است. این خودش میرسانه که پیامبر تعیین شده و تعیین شده از جانب پروردگار، و علمی که برای پیامبر داده میشه از جانب پیامبر، از جانب خداوند داده شده است به پیامبر. همچنین قرآن کریم میگه کسانی که پیروی کردن هم رسول و هم نبی را، الرسول النبی الامی، که الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، آنان که این را میابند که نام ازی یا به اصطلاح صفت ازی در نزدشان نوشته شده در تورات و انجیل. و این خصوصیتش این است که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، این مردم را امر معروف میکنه و نهی از منکر میکنه. هو یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث، و بر اینها طیبات را حلال قرار میده و بر اینها خبائث را حرام قرار میده. و این خودش یکی از خصوصیات و یکی از امتیازات است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دارند، که این هم در سوره مبارکه دیگر در سوره در آیه 47 در سوره محمد آیه 2 در سوره 47 میشه، در آیه 2 در سوره محمد میفرمای بازم: والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، آنانی که ایمان آوردن و عمل نیک کردن و ایمان آوردن به آنچه که بر محمد نازل شده است. بعدا میفرما و هو الحق، یعنی این محمد به حق است و این دین به حق است،
و هو الحق من ربهم و این حق است از جانب پروردگار کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالکم. آنانی که ایمان آوردن و عمل نیک کردن و ایمان آوردن به آنچه که بر محمد نازل شده که در حالی که این حق است از جانب پروردگارشان گناهانشان و سیئاتشان بخشیده می شود و اصلح بالهم و آیندهشان و سرنوشتشان به اصلاح و به فلاح قرار می یابد. این خودش می رساند کسی که پیروی محمد را بکند، پیروی عمل صالح بکند و کتابی که بر محمد نازل شده از این اطاعت بکند، این پیرو حق است و هو الحق من ربهم. به هر حال در بحث معرفی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یا طلوع فجر محمدی در ماه ربیع الاول صحبت کوتاهی داشتیم به خاطر اینکه با این برکت در این ماه رو شروع کرده باشیم. فراموش